تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره مائده آسمانی و قرآن هستیم. آیه به آیه تلاوتش میشنویم. بنده هم هر آیه چند دقیقه، 5-6 دقیقه تقریبا، یه تفسیر روانی دارم. 17 جز تموم شده، جز 18 هم هستیم، سوره مؤمنون، و الان آیه 15. آیه 15 و 16 و با هم بشنویم. ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. در سوره مؤمنون اول فرمود قطعا مؤمنون رستگارن، بعد فرمود مؤمن واقعی کسیست که در نمازش خشوع داشته باشه، حق فقرا رو در قالب زکات بده، از یاوه‌کاری و یاوه‌گویی دوری کند، شهوت خودش رو فقط از راه ازدواج حل کنه، به تعهداتش وفادار باشه، امانات مردم را به مردم پس بده، راجب نماز حفاظت کند. این اولش بود. بعدم یک نگاهی به آفرینش انسان که انسان از عصاره گل، مواد غذای خاک شد اسپرم، این شد نطفه، علقه، مزغه، مراحل گذشت. حال این آیه میگه چه؟ میگه ثم انکم بعد ذلک لمیتون. بدون تردید بعد از اون مراحلی که گذشت، که یک انسان کامل شد، دور به زندگی تمام شد، لمیتون، قطعا شما همه تون میمیرید، کل نفس ذائقه الموت، همه باید میمیرن. حال با مردن تموم میشه؟ میگه نه. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بعدن آنگاه شما روز قیامت دو مرتبه تبعثون، برانگیخته میشید. هیچ کس زنده نمیمونه. امیرالمومنین علیه السلام بیانی داره، میفرماد که در نهج البلاغه خطبه 382 میفرماد فلو ان احدا یجد الى البقاء سلما او لدفع الموت سبیلا لکان ذلک سلیمان بن داوود. اگر بنا بود کسی راهی پیدا کنه برای که زنده بمونه، حضرت سلیمان باید باشه، چون سلیمان هم حکومت گسترده‌ای داشت، هم پیغمبر خدا بود، یعنی پست مادی و معنوی در او جمع شده بود، اما در این حال مرد. همه باید بمیرن. قرآن میفرماد انک میت، پیغمبر تو هم از دنیا میری، مردم از دنیا میرن. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. بعد از این کلمه ثم هم آورده، چون یعنی فاصله میذاره، کلمه ثم یعنی بعد از مدت ها، ثم رو یه جایی میبرن که یعنی فاصله هست، بعد از فاصله هایی که زندگی کردید میمیرید. کلمه انه یعنی قطعا، لمیتون یعنی قطعا، جمله اسمی یعنی قطعا. تو این جمله از نظر ادبیات عرب هم کلمه انه به کار رفته، هم لمیتون، لام له یعنی قطعا، هم جمله اسمیه یعنی قطعا، یعنی قطعا 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 همه شما مرگ رو میچشید. کسی در هر چیزی هم شک کنه، در مردن نمیتونه شک کنه. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بعدن روز قیامت شما مبعوث میشید. حالا یک سوال هست که اونی که قیامت برای چی زنده میشیم؟ برای که حساب و کتاب دستش. نمیشه خدا تو همین دنیا نقدی معامله کنه؟ خدا خوبا رو همینجا جزا بده، بدنم همینجا دیگه تموم کنه، کلکو بکنه. چرا میگه بعدن؟ 7-8 جواب داره. یکیش اینی که خیلی چیزا زمان نیست برای، مثلا کسی که شهید شده جونشو داده در راه رضای خدا، خب نیست تو دنیا که مثلا جزاشو بگیره، شهید شد رفت. دنیا محدودیته. مثلا برای پیغمبر چی شما میتونید جزا بدید؟ فوقش میگه صبحانه عسل میدم، زور کباب میدم، نمیدونم فلان میوه میدم. خب اینا گیر یادم عادی هم میاد. تو دنیا چیزی نداریم. یا مثلا یه جنایتکار رو شما میخواید بکشی، خب یه جنایتکاری که میخواید بکشیم، فوقش میکشیم مالا یه کسی که کشته، ای آقا هزارها نفر رو کشته. یک مجرمی که هزارها آدم کشته، حالا شما وقتی گرفتی فوقش یه گلوله میزنی تو کلش، خب این مال یکی از ایناست که کشته، باقی ها چی؟ دنیا ظرفیتش محدوده. اصلا اگر تو دنیا جزا داده بشه، مردم از ترس خوب میشن، مگر بزنم تو سر یک
مظلومی تو دنیا خدا جزا میده، دستم فلج بشه، خیلی خوب، با دست فلج میرم خونه، زن بچه من چه گناهی کردن؟ خب اونا قصه میخورن، من سیلی زدم، ولی وقتی دست من فلج بشه اونا قصه میخورن. دنیا داره سرایته، یعنی غم من به زن بچه من سرایت میکنه. قیامت نه، قیامت هر که کیفه ببینه به دیگران سرایت نمیکنه. یا ما یفتر رول من اصلا پدر و پسر همه از هم فرار بودن، هیچ از کسی لا یسأل حمیم حمیما، یعنی دوست داغ از دوست داغ احوال نمپرسه. بنابراین باید روز قیامتی باشه، ثم انکم یوم القیامت تبعثون. بعد میفرماید که آیه 7 رو بشنوید، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما بالای سر شما 7 راه قرار دادیم، حالا 7 راه یعنی 7 آسمان، شاید راه عبور فرشته ها، مدار حرکات کرات آسمانی، 7 آسمان، هر چی هست. قرآن می فرماید ما بالای شما 7 طریق قرار دادیم و ما کننا عن الخلق غافلین، ما از خلق غافل نیستیم. ساختمون رو بنا می سازه، وقتی رفت دیگه از ساختمون غافله. ساعت ساز ساعت رو می سازه، وقتی رفت دیگه از ساعت غافله. اما ما یه چیزی که ساختیم غافل نیستیم و ما کننا عن الخلق غافلین. خب خدا همیشه هم ناظره هم توجه داره. این آفریدن و تدبیر جهان هستی مدیریت دائمی لازم داره، هم آفریدیم هم مدیریت دائمی میکنیم، لحظه ای غافل نیستیم. خب این آیه 15 و 16 و 17 از سوره مؤمنون، خدایا به ما توفیق بده جوری فکر کنیم و عمل کنیم و بگیم، رفتار و گفتار و نیات و کردار ما جوری قرار بده که ثم انکم بعد ذلک لمیتون، وقت مرگ مرگو مثل گل بو کنیم. حدیث داریم مؤمن که میمیره انگار گل بو میکنه، انگار لباسش رو عوض میکنه. اول مرگ و اول راحتی و روز قیامت و روز سرفرازی ما قرار بده. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، روز قیامت و روز سرفرازی ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.